آموزش نصب نرم افزار هارمونی نسخه 21. ابتدای کار ما یک فایل زیپ شده رو در اختیارتون قرار میدیم. فایل رو به صورت کامل دانلود بکنید و با کلیک کردن روش گزینه اکستراکت هیر رو میزنیم تا پوشه به صورت فایل باز رو همین آدرس برای ما قرار بگیره. ما اینجا الان با 3 تا فایل اصلی در تماس هستیم که باید اینها رو به ترتیب انجامش بدیم. اول از همه فایل ستاپ، بعد تو پوشه اکتیویشن یه فایل پچ هست که این فایل نصب کردنیه و یه نسخه اپلیکیشن و اگزه هست که کپی پیست کردنیه روی مسیر اصلی نرم افزار. خب برای شروع گزینه ستاپ رو ران از ادمینیستریتور میکنیم. مراحل نصب رو مثل بقیه نرم افزارها انجام میدیم. روی گزینه اوکی کلیک میکنیم که نصب شروع بشه. تو مرحله اول فایل رو برای ما اکسترکتینگ میکنه و فایل نصبی رو باز میکنه. با ما کاری نداره. از ما تاییدیه میگیره که این ویزارد نصب رو شروع بکنه. مثل بقیه نرم افزارهای قابل نصب ما لایسنسش رو اول از همه تایید میکنیم. نکست. برای مسیر پیشنهاد من اینه که چون میخوایم فایل هامون متمرکز باشه و بدونیم که کجا داریم کار میکنیم، درایو نصب رو عوض کنیم. من درایو رو به درایو دی پروگرام فایل 86 تومبوم انیمیشن تومبوم هارمونی 21 این رو تغییر مسیر میدم. از روی آدرسی کنترل سی میزنم که مسیر رو داشته باشم. خب فایل من آماده برای نصب است. به این آدرس نکست رو میزنم. از من میپرسه که کامپلیت نصب بشه یا گزینه های از نرم افزار رو نصب کنه. من گزینه دوم که همین کامپلیت هست رو و نرم افزار کامل هست رو انتخاب میکنم. روی نکست کلیک میکنم و این اینستال رو شروع میکنم. چند دقیقه صبر میکنیم تا این اینستال تموم بشه. خب این اینستال اولیه تموم شد. چند تا نکته مهم داره. یکی این که کویک تایم رو حتما رو دستکتون نصب کنید. ادوب ریدر رو نصب بکنید و نه مستقیم از طریق خود این نرم افزار، چون این میره فایل های اصلی رو از پوشه های اصلی ادوب دانلود میکنه. شما از نرم افزارهای کرک شده و فارسی باید استفاده بکنید که کرکش رو تشخیص نده. این خود کویک تایم و پی دی اف، در واقع ادوب ریدر که پی دی اف برای ما میخونه رو باید نصب بکنیم. نصب اولیه ما تموم شد. میریم برای پچ کردنش. فینیش رو میزنیم. اکتیویشن رو باز میکنیم. فایل پچ رو ران از ادمینیستریتور میکنیم. خب از ما پسورد میخواد. پسوردش کانتری بوی هست که همینجوری که این پایین هم اینجا نوشته این رو وارد میکنیم. کانتری سی او یو ان تی آر وای، بدون اینکه فاصله بگذاریم کانتری بوی رو به صورت پیوسته تایپ میکنیم، دقیقا مثل همین پایین. خب از ما مسیر رو میپرسه که تو چه مسیری ما نمسا نصب کردیم. ما این رو روی درایو دی نصب کردیم، باز به همین آدرس. باروز رو میزنیم که مطمئن بشیم داره درست نصب میکنه. درایو دی پروگرام فایل 86 تومبوم هارمونی 21. اوکی نکست. منتظر میشیم تا این فایل های پچش رو انجام بده. توی این مدت ما این فایل رو نمیبندیم. احتمال داره که تو نسخه های 20 تا چند دقیقه، حدود به 10 دقیقه طول میکشید.
این فایل رو هم تمام این فایل های مراحل پچ یا پچ نامبرش رو باید به صورت کامل انجام بده. صبر میکنیم، اگر طول کشید هم باز نرم افزار رو نمیبندیم، صبر میکنیم تا کامل فایل هاش رو نصب کنه. من سرعت این ویدیو رو یه مقدار زیاد بکنم تا نصبش رو سریعتر با هم دیگه ببینیم. خب نصب نرم افزارم تموم شد. دو تا گزینه رو تیکاش رو خاموش میکنم که این نرم افزار رو فعلا ران نکنه. من این فایل اپلیکیشن رو هم از اینجا من کپی میکنم به مسیری که به من گفته بود. مسیری که به من گفته بود، گفته بود که روی درایو دی پروگرام فایل، روی درایو دی پروگرام فایل توم بوم روی پوشه ویندوز 64 بین اینجا فایل های اصلی من هست. این فایل رو اینجا من پیست میکنم و ریپلیس میکنم که بره سر جای خودش بشینه. مرحله بعدی ما باید دسترسی این نرم افزار رو به اینترنت ببندیم و این نرم افزار رو به هیچ عنوان نباید با اینترنت در تماس باشه که فایل های خودش رو کرک بکنه. برای این کار من فایروال ویندوزم رو باز میکنم. رو دو قسمت بعد این نرم افزار رو وارد بکنیم، هم روی این بوند هم روی اوت بوند، یعنی که من هم ورودی های به این نرم افزار رو باید ببندم و هم خروجی های این نرم افزار رو من میبندم. روی این راست کلیک میکنم، یه نیو باز میکنم، از قسمت پروگرام آدرس بهش میدم، میگم که این نرم افزار از این مسیر اجازه دسترسی نداره. میام به درایو دی پروگرام فایل توم بوم 21 ویندوز 64 بین و هارمونی. نه، این نرم افزار فایل اصلی نرم افزارم هست. پروگرام اگزه، در واقع این پروگرام اگزه اصلی نرم افزارمون هست. خب گزینه بلاک دی کانکشن رو میزنیم، نکست نکست و یه اسمی هم زیاد مهم نیست ولی ما اینجا میزنیم به نام مثلا هارمونی، هارمونی 21 که تو توضیحاتش بمونه. خب ببینید الان ما هارمونی 21 هم به این فایل ها اضافه شد که اجازه دسترسی به اینترنت نداره. و همین شکل باز رو اوتش رو هم میبندیم، یعنی یه راست کلیک میکنیم، خب روی پروگرام کلیک میکنیم، مسیر فایل رو بهش میدیم. خب این به صورت پیشواز رفت روی خود آدرس قبلی مونده. ما اینجا اپلیکیشن هارمونی اوکی نکست و این رو هم باز بلاک میکنیم که دسترسی به اینترنت نداشته باشه. خب اینجا رفت جزو نرم افزارهایی که اجازه دسترسی به اینترنت رو ندارن. خب قسمت فایروال رو میبندیم، برمیگردیم به همین پوشه ویندوز 64 و بین، نرم افزارمون رو که هارمونی راست کلیک میکنیم، ران از ادمینستریتور رو میزنیم، به نرم افزار اجازه دسترسی میدیم. خب نرم افزار ما الان باز شد و بدون مشکل ما میتونیم شروع بکنیم به کار کردن با نرم افزار تارتون بوم هارمونی. در قسمت بعد همکارم مراحل باز کردن یک فایل جدید و مسیردهی به پوشه ها رو بهتون یاد میده. با ما همراه باشید.